دوستان سلام خیلی خوش اومدیم به ویدیو امروز که میخوایم بازی بین علیرضا فیروزجا مقابل یان پامنیاشی رو ببینیم و بررسی کنیم این بازی در دور هفتم مسابقه سوپر سال 2023 انجام شده تو ویدیوهای قبلی دور پنجم بازی علیرضا مقابل دینگو بررسی کردیم و تو این ویدیو میخوایم دور هفتم بازی فیروزجا مقابل نپو رو بررسی کنیم و ببینیم تو این بازی چه اتفاقاتی افتاده حرکت دیچار حرکت انتخابی علیرضا تو این بازی بوده اسب اف 6 اسب و سیستم کله انتخاب علیرضا تو این بازی بوده و بعد از سی پنج حرکتی رو هم بازی میکنی که خیلی کم بازی شده شاید شیشمین یا هفتمین حرکت اصلی و بازی شده تو این وضعیت باشه و اونم فیل ای 2 ولی این حرکت پیشنهاد کامپیوتر هست یعنی پیشنهاد اول دوم کامپیوتر همین حرکت فیل ای دوه. ولی خیلی حرکت چالشی هم نیست که بخواد حالا سیاه بترسه که فیل ایدو داستانش چیه چه اهدافی پشت حرکت فیل ایدو وجود داره خیلی راحت به بازی خودش ادامه میده قلعه کوچیک فیل جی 4 و اچ 3 بازی شده فیل اچ 5 و دی در سی 5 سیاه آماده میشه که پیادش رو پس بگیره با حرکت فیل در سی 5 عریضه داره میگه ایسه من میخوام بی 4 کنم پیادم رو دفاع کنم به نفت همین الان پیادم رو بزنی نپا گفته حتماً. و بیچار بازی شده و دیرزه داره آماده میشه که فیلش رو تو بلندترین قطر صفحه شطرنج گسترش بده فیل دیشیش اسب دی دو وزیر ای هفت قل کوچیکش رو داره یه مقدار عقب میندازه احتمالا میخواد رخو بذاره تو ستون دی و حرکت سی 4 یه مقدار برای سفید شد سخت کنه به خاطر اینکه رخ دقیقا تو ستون وزیر قرار میگیره فیل بیدو رخ دی انتخاب نپو بوده رضا در هر صورت سیچارش رو بازی کرده دی در سیچار تو این وضعیت سفید خیلی ترجیح میده که پیاده رو با اسب بزنه تا اسبش فعال بشه فیل حریف زیر زر میره مجبور میشه جابجا جا بشه وزیر چار حرکت خیلی قوی و آماده است که حرکت بعدی با اسب پیاده رو بزنه اینجا نپو داره میگه که من قرار رو پیاده رو از دست بدم بنابراین دوست دارم پیاده به روش خودم از دست بدم سیسه حرکت جالبیه و باعث میشه که جای فیل سفید یه مقدار آسیب پذیر بشه هم تو ستون باز سیه و همچنین هر موقع سیاه بتونه از بیچار بازی کنه با زمان گرفتن از فیل حریفه و فیل سفید مجبور میشه دوباره جا, به جا بشه حالا غله کوچیک اینجا ایرزا میتونسته حرکت خوبی مثل رخ f رو بازی کنه احتمالا بعدش رخ سی سفید کمی بهتره ولی ایرزا تصمیم گرفته اسب c بازی کنه و این حرکت باعث به وجود اومدن یه سری تعویضا میشه. به نظر حرکت خوبیه ولی حرکت اسب c حرکت خیلی خوبی بوده که نپو بازی کرده و تو حرکات بعدیام میبینیم که مورا شروع میشن به تعویز شدن. فیل B2 اسب G5. پس داره نپو میگه که میخوام اسب افسر رو بزنم و پیادات رو دوبل کنم. اسب در D6 بهترین حرکت بوده. ایرزا بازی کرده. حالا فیل در افسه بیله ای دو زیر ضربه فیل درفسه اسب در کیش جی درفسه و وزیر در دیش پس خیلی از مورا تعویض شد البته تو این شاخه هم علیرضا این فرصت رو داره که پیاده رو بر جلو اسب جابجا بشه و پیاده ای هفت رو بزنه یکم جای وزیر بد میشه ولی خب ببینیم بازی چطور پیشرفته. فعلا با رختی یک شروع کرده به خاطر اینکه دفاع کردن غیر فعال برای سیا خوب نیست وزیر بی هشت شاید بتونه بازی کنه که پیاده رو حفظ کنه تو بازی ولی خیلی غیر فعاله و سفید بازی خیلی خوبی میگیره حتی میتونم بهتون نشون بدم بی پنج در صورت بازی میشه وزیر جی چار حتی جدا از این که این وزیر بیچاره مسئولیتش شده دفاع کردن از پیاده ای هفت ولی حتی وزیر جی چار هم خیلی عالیه داره مات میکنه بعدش ای چار سفید تو این وضعیت بهتره. برای همین نپو بهتر بازی کرده وزیر سیه داره میگه که اگه دوستداری میتونی میتونی پیادهمو بزنی ولی جای وزیرت بد میشه ایرزا تصمیم گرفته که یه بار رو, رو تعویض کنه بی پنج بازی کنه و اتفاقا پیاده رو بزن وزیر سفید قطعا نیاز داره به حرکاتی که برگرده به بازی و اینجا سیاه میتونه بازی فعالی بگیره البته مشکلات ارزا آخر داره اگه فرض کنیم پیاده یه دونه بالاتر بود چیش بود سیاه شاید میتونست با رخ دید و شروع کنه و بازی خیلی فعالتری بگیره ولی اینجا اتفاقا انتخاب برکت خیلی هم ساده نیست برای سیاه به خاطر اینکه مشکلات ارز آخر هم داره اگه با رخ دید و شروع کنه به مشکل بر میخوره در نهایت چون شاهش مشکل داره و دقیقا همون زمانی که احتمالا سیاه باید بذاره یه اچیش کنه سفیدم مشکل وزیرشو رو حل میکنه دوباره میارتش توی بازی تا مثلا فیل بیدوش دیگه بیدفا نباشه رخش ای یک هنوز گوشه ای است از پنج حرکت خوبی بوده که نپو بازی کرده رخ سی یک به وزیر عمده کرده وزیر دی هفت وزیر برگشته خونه سی پنج پس نپو یه پیاده عقبه و علی رزان بازی خیلی راحت و واضحی داره میخواد ای پنج کنه میخواد ای شیش کنه پیاده رونده درست کنه چون یه پیاده هم جلو نپو تو موقعیت خیلی سختی وارد شده و باید تنها حرکت پیدا کنه دیدنش هم واقعا راحت نیست همین که یک حرکت فقط وجود داره کار واقعا سخت میکنه و اون یک حرکت حرکت اسب چهاره که به پیاده افسه حمله میکنه و دفاع کردن از این پیاده راحت نیست اگه وزیر H5 بازی بشه سیاه میتونه به فرس اسب برداره و حالا وزیر H5 هیچ کاری اونجا نمیکنه بهترین حرکت وزیر سی 5 و سیاه میتونه دوباره اسب 4 کنه ولی ایرزا تو این وضعیت میتونه پیاده رو قربانی بده چون یه پیاده هم جلوه و همچنان این طرح ای پنجه رو داره پس وزیر سی چار به عنوان مثال حرکت خوبیه بازی میتونه از اینجا دیگه پیش بره بازم تنها کسی که میتونه اینجا بهتر باشه به نظر میاد سفیده تازه اسب در پیاده هم بهترین نیستین هم گفته باشم اگه بزنه شاه چیدو اسب دیدو بهترین حرکت وزیر دی چار تعویز وزیر رو داره اجباری میکنه حتی بعد از تعویض وزیرام تنها کسی که میتونه بهتر باشه سفیده چون داره این پیاده رو میبره جلو حالا شانس آورد رخ 8 داره رخ 37 و بازم این وضعیتو سفید شانس داره شاید شانس داشته باشه که این وضعیتو مساوی کنه ولی تنها کسی که میتونه بهتر باشه اینجا علیرضا است پس این شاخه یعنی حرکت اسب 4 تنها شانس نپو تو این وضعیت بوده ولی رخه 8 بازی شده وزیر بیت 4 وزیر دی سه. سیاه داره میره دنبال بازی متقابل میخواد وزیر رو بذاره ای 2 از این برای سری مزاحمت ها ایجاد کنه a ای 5 توسط علیرضا بازی شده وزیر ای 2 اینجا کافیه که علیرضا دو تا حرکت دقیق رو پیدا کنه ولی این حرکات تنها حرکاتن یعنی دو تا حرکت بعد پشت سرم بازی کنه که حرکات دقیقی ولی بعدش بازی رو میبره. A6 حرکت عالی و حرکت اول رو پیدا میکنه سیاه نمیتونه پیاده رو بزن اگه پیاده رو بزنه چه اتفاق میفته؟ پیاده B6 رونده میشه حرکت بعدی B7 حرکت بعدی رخ C8 و سفید میبره مثلا به این شکل وزیر در افصال B7 سفید برنده است رخ c و سفید میبره برای همین سیاه نمیتونه پیاده A6 رو بزن وزیر در افصال بازی شده و اینجا ایرازو باید یه حرکت دقیق دیگر رو پیدا کنه و این حرکت بازم تنها حرکت ولی سوپر برند است خیلی جالب برام این موضوع که ببینم آیا این حرکت در حرکت واضعی هست یا نه برای همین اگر دوست دارین میتونید حتی ویدیوتون رو هم سب کنید و این حرکت رو ببینید میتونید پیدا کنید علیرضا این حرکت رو بازی کنه تقریبا بازی تمام وضعیتش کاملا برنده است اگه دوستان میتونید حتی ویدیوتون رو هم کنید حرکت قوی برای سفید تو این وضعیت و حرکتی که علیرضا پیداش میکنه حرکت وزیر جی چهاره که پیشنهاد تعویز وزیر است. اگه وزیر به وزیر بشه سیاه میبازه بهتون نشون میدم وزیر به وزیر نشده اگرم وزیر به وزیر نشه و وزیر جابجا جا بشه سفید داره ای چهار میکنه اسب رو هم بلند میکنه که بعدش مات کنه وزیر خونه جی هفت مات اگه وزیر رو تعویز بشه چه اتفاقی میفته اسب میخواد کجا بره فرض کنیم خونه دیشش و حالا فیل ای 5 بسیا سوار عقب افتاد اسب جابجا بشه ای در b هفت بازی میشه و پیاده وزیر سیاه می بازه شاید بهترین شاخه این باشه این وضعیت رو هم در نهایت سفید میبره کاملا سفید برنده است و در نهایت سفید میتونه این رو ببره برای همین تعویض وزیر را پیشنهاد نمیشه سیاه در هر صورت می بازه وزیر دی پنج انتخاب نپا بوده که ای 4 تازه با چنگالم میاد وزیر در B5 میخواد فیلو بزنه. اگه علی رخسیدو میکرد تموم بود بازی. وضعیت کاملا برنده است. رخ سیدو خیلی خیلی قویه و بازی تقریبا تمومه. ولی علیرضا فیل ای یک میکنه که دقیق نیست و به نپو شانس میده که بتونه بازی رو ادامه بده. وزیر در عیشش انتخاب خیلی جالب سفید است بزده و وزیر در ای یک. نپو وزیر رو قربانی کرد به این وضعیت میرسیم e4 f5 با امید نپو به این موضوع که بتونه یه آرایشی به مهراش، به رخ ها و پیادا ها بده و بگه سفید اگه میتونی منو ببر. میتونی پیشرفتی به وجود بیاری یا نه؟ که این وضعیت هم برای سفید برنده است. رخ e6 h4 g6 وزیر کش شاه g7 h5 حرکت خیلی قوی هم بوده حرکات ایرزو از اینجا بعد کلا تنها حرکات نیستن و شاید ده 15 تا حرکت مختلف تو هر وضعیت داشته باشه اچ 5 مارکت قویه من نگاه کردم جی در 5 چطوره اون رو هم سفید برنده است اینجا جی پنج انتخاب نپو بوده وزیر سی 4 اون پیاده رو هر وقت دوست داشته باشه میزنه کلا سیاه نمیتونه اون پیاده رو تو بازی نگه امیدشم امیدش هم اون پیاده نیست خب وزیر در بی سفید اینجا قطعا با یه وزیر نمیتونه بازی رو ببره که فرض کنید پیاده رو بگیره حتما به کمک شاه نیاز داره شاه جی شاه جی زا. وزیر دی پنج شاه جی شاه جی چار شاه داره نزدیک میکنه ولی رضا تو این بازی به ما نشون میده که این وضعیت رو باید چطوری بازی کنیم رو کیشش حرکات تنها حرکات نیستند وزیر دی چار کیش ولی کیشه خوبیه به خاطر اینکه شاه میره عقب و شاید سفید میتونه نفووس کنه بدون اینکه رخ سیاه هم کیشی داشته باشه. رخ A6 بازی شده رخ D6 وزیر C5. حالا مشکل نپینه که رخش نمیتونه تونه 6 بمونه و مجبور این ارزو رها کنه که شاید سفیدم میتونه بازم نزدیک تر بشه. به خاطر اینکه که اگه خونه A6 بذاره رخ و وزیر C کیش خیلی راحت رخ میزنه و اگر هم خونه A6 بذاره که تنها خونه ای دیگست، بازم وزیر سی هشکیش شاه چی هفت و وزیر در ایشش این ایده هم ایده خیلی مهمیه برای برد تو این بازی شاید حتی بگم تنها ایده برد برای سفید اینه که در نهایت با وزیر بزنه تو رخ و به این وضعیت برسه که کاملا سفید برنده است آخر بازی شاه پیاده با این وضعیت شاه ها 100 درصد سفید میبره چون شاه به شدت فعال احتمالاً هر دو تا پیاده سیاهو میگیره برای همین بعد از حرکت وزیر C5 رخ با درزیشو رها کنه رخ D6 شاه f رخ F3 کیش، و شاه E7 تا بازی شده حرکت رخ F4 و حالا حرکت پایانی بازی وزیر C8 کیش وزیر F8 کیش و چه حرکت اینجا برنده است وزیر در F7 و تمام تو این وضعیتم نپمونی از بازی انصراف میدو تسلیم میشه به خاطر اینکه چومی دی به این وضعیت نیست اگه رخ در وزیر بازی بشه سفید خیلی راحتون آخر بازی رو میبره میدونم خیلیتون هم بلدین ولی بازم بهتون نشون بدم اگه شاه چش بازی بشه شاه چیشی سفید میبره و اگرم جی چار بازی بشه هر حرکتی این سفید میبره فرض کنیم شاه افشیش از همه منطقی تره و حرکت بعدی شاه چیشیش پیاده رو میزنیم بعدش هم حتی میریم اون یکی رو هم میزنیم برای همین بوده که بعد از حرکت وزیر ففت کیش نپوم از بازی انصراف میده و تسلیم میشه پس همونطور که دیدیم علیرضا فیروزجا تونست نپوم رو هم شکست بده هم دینگ رو شکست داد هم نپو رو شکست داد و وضعیت ریتینگ ها هم خیلی جالب شده که علیرضا با اقتدار رنگ دو دنیاست از نظر ریتینگ رنگ دو دنیاست و همچنین جدول مسابقه رو هم بعد از دور هفتم براتون توی تصویر قرار میدم خیلی ممنون که تو پایین ویدیو با من همراه بودین لایک like و یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدار